بینندگان عزیز، با سلام به شما. کانون آوا تقدیم می کند. طبق معمول هر هفته هر جمعه ساعت 12 ظهر با شما هستیم. امروز با آقای محمد رزاقی هستیم، عضو سابق سازمان مجاهدین که حالا فرقه رجوی خونده میشه. به دلیل کارهایی که انجام دادن شباهتشون بیشتر به فرقه هست تا سازمان. آقای محمد رزاقی قبلا بارها مهمان برنامه بودند و ویدیوهای قبلی ایشون در کانون آوا وبسایتشون اینها موجود است. در اسمشون رو توی گوگل تایپ کنید پیدا میشه. با سلام به ایشون و با خوش آمد گفتن، امروز درباره سه موضوع ایشون مایلن صحبت کنن. شما دوستان چه در حین برنامه، چه در اوقاتی که این برنامه به صورت بازپخش هست، حتی موقعی که روی فیسبوک و یوتیوب به صورت آرشیو و بایگانی هست، باز هم اگر شما تماس بگیرید نظرات شما رو میشنون، پرسش های شما رو پاسخ میدن، درست برعکس سازمان مجاهدین. آقای رزاقی سلام به شما، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید با شما هست. سلام به شما و همه بینندگانتون و همه هموطنان عزیز که در هر کجای این دنیا هستن و به طور خاص دوستان جدا شده ای که به تازگی ها از فرقه رجوی رها شدن و تونستن به دنیای آزاد برسن، اونم تو آلمان. خب آقای رزاقی لطف کنید بگید درباره این موضوع اول، سفر مریم قجر به آلبانی و دیدار با سناتورهای آمریکایی. و خیلی جالبه برای من، اینا حتی چیزایی رو که خود آمریکایی‌ها میگن اینا عوضش میکنن که یه جوری وانمود کنن، یعنی اینها به خاطر ما آمدن اینجا. لطف کنید در این مورد توضیح بدید تا بینندگان متوجه بشن. بله آقای سوربی، این راستش بخواهی تو لحظات اولا من هم همین چیزا داشتم، یعنی به حساب چیزی که فرقه رجوی پخش کرده بود. بعد خیلی هم آقای سوربی این توهین به شعور همه ایرانی ها به طور خاص انسانیت و به طور خاص ایرانی ها هستش. یعنی توی اون دیدار که مریم قجر به سرکوبان از پاریس رفته آلبانی، اون روز اول که اطلاعیه دادن و این ملاقات رو بیرونی کردن که گویا این سناتورها رفتن پیش مریم قجر که برای مشکلات منطقه راحت پیدا کنن، یعنی خودشون هم که اطلاعیه دادن گفتن دیدار سناتورهای آمریکایی با مریم قجر به عنوان رئیس جمهور حسرت بتل، حالا نمیدونم چند سال دیگه بعد تا آخر عمرش مثلا که این رئیس جمهور حسرت بتل بمونه، اومدن توی آلبانی که با مریم قجر ملاقات کنن و راه هم پیدا کنن برای مشکلات منطقه. خب همین خیلی جالبه. کسی که نمیتونه یه پایگاه رو، یه پادگان رو نگه داره، تا حالا ثابت کرده پادگان اشرف، اون لیبرتی، سازمان مجاهدین پس از 50 سال به این روز واقعا افتادن که اون میشه بگیم از عرش اینا رسوندنش به فرش، اون وقت سناتورهای آمریکایی اینقدر احمقن که بلند میشن میرن از یک همچین کسی، چه سابقه سیاسی داره ایشون، از ایشون نظرخواهی میکنن که چه باید کرد؟ بله ببین آقای سوربی، این اطلاعیهشون هنوز هم توی سایتشون هستش، برن نگاه کنن اونجا بنویسن دیدار سناتورها بشن میاد اونجا. یعنی علنا این داره توهین میکنه به شعور چی میگه، حتی یه بچه. شما حساب بکنید شورای امنیت هستش، سازمان ملل هستش، کشورهای اتحادیه عربی هستش با اون خیلی مزد هم ید بیزاشون که روزی 8 میلیون بشه نفت میبوشه سعودی، نمیدونم کشورهای قدرتمند اروپایی مثل فرانسه و آلمان و انگلیس هستش، توی ابرقدرت‌های آمریکا و روسیه هستش. بعد حساب کنیم توی منطقه کشورهایی مثل ایران و عراق و نمیدونم
عربستان و کویت و اینجور کشورها نتونستن برای منطقه راه هم پیدا بکنن، همین منتظر بودن که مریم قجر بیاد با سناتورها بشینه برای منطقه راحت پیدا بکنه. یعنی میگه که مرغ پختم خندش میگیره، این واقعا سفسطه و یاوه‌گویی هم نیست، این میشه دقیق گفت شالاتان بازی کامله، این کلاشی کامله، این سرکوش گذاشتن برای اون اتفاقاتیه که توی آلبانی میفته. حالا موضوع اصلی چی بود آقای سربی؟ موضوع اصلی این بوده که این سناتورها، سه تا سناتور که گویا یکیش از جمهوری خواه هست، یکی از دموکرات ها، یکی هم از این نمیدونم چیزا، اینها به عنوان کمیته حقیقتیا ملاقاتی داشتن توی جمهوری های بالکان، چون جمهوری های بالکان الان دستخوش یک سری چیزایی شده به حساب منطقه امنی شده برای وهابیا. حتی چند روز پیش گزارشی از تلویزیون فرانس 24 فرانسه چیز شد، پخش شد، من داشتم نگاه میکردم. ببین آقای سربی، از کشوری کوچکی مثل بوسنی که 3.5 یا 4 میلیون جمعیت بیشتر نداره، یک دشه هم که پراکنده است از این 4 میلیون اینا، توی این کشورهای اروپایی تقریبا نزدیک به بیش از 500,000 نفرش، نزدیک به 1 میلیون نفرش اومدن توی این کشورهای اتحادیه اروپا کار رو نمیدونم پناهندگی و اینجور چیزا. حالا از این کشور بیشترین به حساب چیزایی که تونستن، آدمایی که تونستن به این داعش و نمیدونم جیش الشام و جیش نمیدونم احمق و احرار و هرچی هستن این گروه های تروریستی به پیوندن، بیشترین آمار رو داشتن، نزدیک به 500 نفر تا حالا. اون چیزی که علنی شده، یعنی خواهر کسی، مادر کسی رفته گفته که پسر منو فلانی فرستاده سوریه و عراق تو این گروه های تروریستی. و خیلی هم جالب این که تمامی این چیزهای به حساب مذهبیشون و این مسجدشون نمیدونم امامزادش هر چیه درست شدن عربستان تقبل میکنه، و از همونجا هم این نیروها اعزام میشن به سوریه و شام، تا اینکه سر این گروه وهابی و خود بوسنیه دستگیر کردن، یعنی نیروهای امنیتی دستگیر کردن. یا برسیم به آلبانی، یعنی توی جمهوری بالکان به لحاظ اون جغرافیا و به لحاظ اون تعداد نفرات بیشترین نفرات رو توی این گروه های تروریستی دارن. پس در نتیجه این سناتورها از قبل سفرش مشخص بوده، تو اون سفر اعلام نکردن که میخوایم بریم با مریم قجر دیدار بکنیم برای مشکلات منطقه راه حل پیدا بکنیم. این ادعای سخیف مریم قجره. اینها چون به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشن، درست اسمشون از لیست در اومده، ولی باز همون دید همون چیز نظر داره، از لیست در آوردن اون چیزای بدبستونای سیاسی بوده زمان خانم کلینتون، که تو از اردوگاه اشرف پرو لیبرتی من هم اسمت از لیست در بیارم. این معامله بود که سناتورهای مثل اون سناتور سابق نماینده مجلس در آمریکا که می اومدن کندی ها، این معامله رو با مریم قجر کردن، بعد باز از لیست در نمی پادن. که اگر از لیست اتحادیه اروپا در اومدن، رجعی باید بره سه بار دست احمدی نژاد ببوسه به اضافه مالکی و عبادی، چون اونها با سیاست های غلط چون باعث شدن که رجعی تو انگلیس و اتحادیه اروپا از لیست در بیان. در نتیجه نگاه همون نگاهه، این سناتورها رفتن
گرفتن که تو اینجا چیکار میکنی، میخوایم بدونیم که وضعیت چجوریه. اگه اون عکساشون رو بیننده تو سایت فرقه رجایی ببینن یا توی این چیزا نورایی که داده بیرون، این سران فرقه ردیفی نشستن اونجا دارن بازخواست میشن. و جالب این که اینها حرفایی که میزنن پخش میکنن، حرفایی که آمریکا یه سناتور رو زدن یک کلمه‌شو نگفت، که گویا شاید من نمیدونم این راه حلی که مریم قجر داده به اینها از فرمول بمب اتم و اینجور چیزا هم چیز بوده، سری تر بوده. در نتیجه این شامورت بازی مریم قجر توی آلبانی اینطوری رو میشه. یعنی آیا صاحب واقعیت این که اول اون فضایی که درست میکنن، یعنی گوبلنز باید یه پیش اینا رونج بندازه، فضایی که درست میکنن که گویا آره این سناتورها رفتن توی آلبانی به طور خاص ملاقات با مریم قجر. کسی که به طور خاص برای ملاقات با مریم قجر رفت مکین بود، همونجا که سن درست شدن مریم قجر برای مکین پرچم آمریکا تکون دادن و اون سرود سرکوچه کمین مجادر پاکینه هم پخش نکردن برای که بدش نگار اجاج، مریم قجر خودش تکون داد نشست پیش ابو داعش. اون بحثش جدا، این بحثش جدا. این سناتورها رفتن اونجا ببینن که این گروه تروریستی که از عراق همین خودشون منتقل کردن، یعنی آمریکایی هم منتقل کردن، 25 میلیون دلار به دولت آلبانی کمک کردن که این را قبول کنه، زمان آقای کری، زمان آقای بابا، اومده ببینن که اینها اونجا چیکار میکنن. البته این سران فرقه به طور خاص مریم قجر نمیگه که من دوباره اینا رو از عراق آوردم اینجا بسته نگه داشتم، برای اینا گلو بلبل تعریف میکنه، چهار تا نمیدونم از چیز تعریف میکنه، گذشته ای که با ارتش آمریکا داشتن، همکاری هایی که با سیا داشتن، همکاری هایی که با پنتاگون داشتن، اینها رو تعریف میکنن که گویا اینها اصلا با آمریکایی برادر و خواهر یا پسر خاله و پسر عمو هستن، مشکل نداره. آقای رضاوی اجازه بدین یک کمی هم به اینا کردیت و اعتبار بدید. من تو آمریکا که زندگی میکنم سالها پیش اولین بار دیدم که اداره پلیس و اینها رفتن سراغ یه نفر که از فروشگاه ها دزدی میکرده و توی زندان بهش گفتن که ما حاضریم به شما یه مقداری سالهای زندان رو تخفیف بدیم به شرطی که شما بیای با ما همکاری کنی و به ما نشون بدی که دزدا رو بتونیم بهتر بگیریم. و این آقا خیلی هم بعدن موفق شد، کسی هست که این دوربینای فروشگاه ها و اینها رو به اصطلاح پیشنهاد کرد، دوربینایی که داخلش پیدا نیست داره به کدوم طرف نگاه میکنه. حالا میشه گفت شاید این سه نفر گفتن خب یه سری هم به اینا بزنیم، اینا که تجربه کشتن آمریکایی‌ها رو دارن، اینا که تجربه ترورهای ایران رو دارن، اینها از اینها سوال کنیم و ببینیم چه کار کنیم، چون بعضی وقتا میگن ادب از که آموختی، از بی ادبان. میشه یه همچین چیزی باشه یا فقط جنبه تبلیغی داشته؟ آیستور بی من فکر نمی کنم اینطوری این استراتورا یعنی علنا یا مثلا همینجوری تو این حضور چیز بیان بشینن با اینها بگن که مثلا ما چی کار بکنم، چون قبلا این کارو کردن. ببین آیستور بی این یه واقعیتیه، ممکنه الان یه سری باور نکنن ولی به گذشت زمان این هم رو خواهد شد. همونطور که داعش معلوم شد دست پرورده به ساخته کیه، ببین کشتار داعش ننشسته یه نفر مثل ابوبکر بغدادی بشینه به یکی من این قدرت رو پیدا کردم که بیام 1700 تا نفر یک ساعته بخوابونم به رجبار ببندم برم. اون زمانی که آیستور بذار اینه توی پرانتز بگم یادمون افتاد
انداختیم. ببین اون زمان که ما تو زندان تیک بودیم 2005، ما حق نداشتیم یک لیوان پلاستیکی با خودمون جابجا کنیم، یعنی ببریم توی چادرمون. موقعی که غذا رو تو چادر می‌خوردیم، به حساب سالن غذاخوری گذاشته بودم چادر رو، ما می اومدیم بیرون با یه زیر پیرهنی و یه شورت ورزشی، باز میگشتم ببینن که یک قاشق پلاستیکی یا یه دونه لیوان پلاستیکی با خودمون نبریم چادر. برای دوستانی که اطلاع ندارن بگین که زندان تیف چیه، چی بود؟ زندان تیف ساخته رجوی و بعضی از این جنایتکاران پنتاگون آمریکا بود که جدا شده ها را اونجا به مدت 4 سال به صورت زندانی نگه داشت توی عراق. یعنی مختص فقط زندانی بود که جدا شده ها را اونجا نگه می داشتن امریکایی ها. البته مشورت ها چو سران فرقه رجبی توی اون دفتری که تو اشرف داشتن می دادن بهشون، و این ها مثل سرهنگ دیوید پلیس و یا سرهنگ مارتین این جنایت ها رو اجرا میکردن. آقای رزاقی میشه بگیم این زندان ها یه جوری یک لولو خورخوره ای هم بود برای اونایی که میخواستن جدا بشن؟ بهشون میگفتن اگه جدا بشی باید یه مدت بری تو اون زندان، و بعضی ها رو به این صورت باز هم نگه میداشتن با سازمان. آقای ساربی این که اصلا نخنبات و پایه اصلی نگه داشتن نفرات توی اشرف بود توسط سران فرقه. آقا به الفان سلام ما رو برسون، داره از اونجا ببین اونجا شرایطی برای ما درست کرده بودن. حالا من خودم این اصطلاح به کار می بردم، به آمریکایی‌ها، به جنرال آمریکایی‌ها می گفتم، می گفتم من از فشار بهشت رجبی پناه آوردم به جهنم آمریکایی‌ها. یعنی جهنم آمریکایی‌ها تحمل‌تر، قابل تحمل‌تر از بهشت رجبی برای من بود. ولی همین که شما میگیم واقعا این کارو میکرد. من با بعدن بچه‌هایی که میومدن اونجا فرار میکردن و یا خودشون میومدن توی تیر، و بابا رجبی 24 ساعته شب روز آبگوشت تیف کلیت میکنه. یعنی این میاد بسم الله که میگه، بعد میگه تیف، نشستاش در مورد تیفه، تحلیلاش در مورد تیفه، تهدیداش در مورد تیف بوده، همه چیزو. یعنی حالا چه میگن، یه سری چرندیات هم گفته بود که گویا مسائل جنسی اونجا اتفاق افتاده، مسائل قتل اونجا افتاده. مثلا این دوستمون بود آقا رضا، مثلا میگفتن این با این میله چادر زده قلب یکی از نفرات در آورده، فلان که کش بود همه. یا گویا اونجا نفرات بخط میکنن، بعد ماشین آب میاد اینا آب میگیره با شلنگ، اینا همونشون این میشه. یه سری چرت پرتایی که اونجا تهدید کرده بود، ولی یه سری واقعیت هایی هم بود. همکاری که برای با آمریکایی داشت برای نگه داشتن ما، واقعا سران فرقه در مقابل آمریکایی چاچا رفت دیدن به خاطر اینکه ما رو توی تیپ نگه دارن، به خاطر اینکه ما رو اونجا هرچقدر بیشتر اذیت بکنن. و اینها را چکار میکرد توی داخل مناسباتش؟ هر کس میخواد جدا بشه میگو ببین اون تیفیا، اونایی که فکر میکردن که میرن اروپا و آمریکا، هنوز توی تیف هستن اونجا. خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، میگو مثل سگ دارن زندگی میکنن. یعنی زندگی های خودشو، البته زندگی سگ خیلی خوبه، این آلفا خیلی خوب داره اینجا زندگی میکنه، اونا مثل خوک افتاده بودن به خیلی مزدکم فضولات آمریکایی خوردن آمریکایی ها. چون واقعا هر کاری از دستشون برمیومد در مورد ما، در مورد زندان تیپ، در مورد نگه داشتن بچه ها، در مورد تهمت زدنشون. جایی که ما حق نداشتیم یه لیوان پلاستیکی داشته باشیم، بچه هایی که توی تیپ هستن میتونن بیان شهادت بدن، میتونم بیان بگم که نه دروغه. با یه زیر پیرانی اونجا لباس هم نداشتیم که اون اوایه، این سرهنگ دیوید و سرهنگ فلیپس
چیز سفارش رجوی اونجا فشار به ما آورده بودن، حتی ما لباس درست حسابی نداشتیم که باز میخواستیم بیاییم، ما رو میگن از سالن اضافت چادر غذاخوری میخواستیم بیاییم بیرون توی زندانی که 200 متر طولش نمیدونم 100 متر ارزش بود، 700 نفر اونجا نگه میداشت، 600 نفر 700 نفر باز اونجا معمول 4 تا مسلح سرباز آمریکایی میذاشت که ما رو بگردن. بعد یاوه سرایی میکرد که گویا ما اونجا یه دفتر داریم، نمر زاگید با چند از دوستاش دفتر دارن توی تیر، بعد از اونجا توی بغداد دفتر دارن، بعد اینا کتشلوار میپوشن میرن بغداد، هر روز به اطلاعات رژیم میرن گزارش میدن بعد بر میگردن. در صورتی که خیلی معذرت میخوام روزی میخواستی برید این چه میگن دوش گرفتن به خط میشدی آمار میگرفتن 10 نفر میبردن 20 نفر میبردن 20 نفر میابردن، چون این خانومای چادری بود 10 تا شیرین ورداشت 10 تا شیره دوشون ورداشت 20 نفر میبردن با آمارم 20 نفر برمیگردن. این قبلا چی بوده؟ قبل از اینکه بشه زندان تیف چی بوده؟ اینجا که میگه اینجا مقر به حساب نیروهای عراقی بود زمان صدام، که یه بخشی از ارتش عراق اونجا مستقر بود که اون منطقه بهش میگفتن هتل عراقی یا هتل عارفی، چون به عراقی ها میگفتن عارفی. اونجا این تعمیرکارهای زرهی، تعمیرکارهای چیز به حساب نیروهای آموزش دهنده عراقی برای فرقه رجوی اونجا مستقر بودن. خدمه های عراقی که برای آمریکایی ها کار میکنن؟ نه، خدمه عراقی که قبلا دست صدام چه به حساب زمان صدام بود. بله. صدام سرنگون شد تو اون منطقه تو همون مقرا آمریکایی اومدن مستقر شدن. آمریکایی که مستقر شدن یه جایی هم تو اون کنار به حساب خاکری زدن، چادر زدن و سیم خاردار رو نمیدونم برج و پلا اینا شد زندان تیف، چون اکثر زندان هایی که توی عراق بود مثلا همین زندانی که ابوبکر بغدادی توی اون زندان بوکا توی جنوب عراق بود اون چادری بود مثل ما. بله آقای رزاقی، یکی از دوستانمون روی فیسبوک آقای محمد کرمی نوشتن که آقای رزاقی اگر فراموش نکرده باشید چند بار از همین جنرال فلیپ پرسیدیم یا گفتیم که آقا ما را لطفاً به زندان گوانتانامو بفرست، چون زندان گوانتانامو خیلی بهتر از زندان تیف بود. این ببین آقای سوربی این راست میگه، ما اونجا اصلا مراجعه میکردیم خودمون. این فیلیپ چه میومد برای ما، فیلیپ سرهنگ فیلیپ چه بعد جنرال شد بازنشسته، موقعی که میومد پیش مجاهدین با این شورتای آمریکایی شورتای سیاه داشتن آمریکایی‌ها. بله بله. با اون میمد پیش خواهر مژگان و خواهر زهره و خواهر فهیمه، به ما که میرسید که ما تو اون قفس بودیم تو اون 200 متری با 8 سرباز مسلح. خب اونجا شورت پارتی بوده و اونا خوب بودن. بله بله. چون داشتن دیگه و در ضمن همکاری هایی که میکردن یه سری امکاناتی یه سری چیزایی هم بهشون میرسوندن به لحاظ خصوصی، اونم بذاریم کنار، چون استخر شناینا رو میدادن به امریکایی ها دیگه، به ما که نمیدادن. بعد اونجا همین فیلیپ که میومد گفتیم آقا یه پرچم سیاه زده بود بالا سرشون بالا سر مقر آقای سوربی، این که میومد همیشه اون پرچم رو نشون میداد میگفت شما فرقه رجوی چی گفته بود؟ گفته بود چون ما یعنی سازمان مجاهدی با آمریکایی‌ها همکاری میکنه، با آمریکایی‌ها رابطه داره، اینها ضد آمریکایی هستن و مخالف رابطه ما با شما، به همون خاطر از ما جدا شدن. ده. این سرهنگ فیلیپس هم که میومد میگفت شما چیز هستین ضد آمریکایی هستین و اسیر جنگی ما هستین. اون پرچم سیاه همیشه یه کلاه خودم عکس کلاه خودم روش بود به ما نشون میداد، روشم نوشته بود به یاد سربازان قربانی شده.
این سرهنگ فیلیپس میگفت آقا جون ببین ما تو خبرها میبینیم توی گوانتنامای صلیب سرخ رفته یک فیلمی پخش میشه از اونجا، ما را بفرمیم اونجا حداقل فیلمی از ما پخش بشه، صدای از ما طالب ما را ببینه، و این درخواستم قبول نکردن. یعنی زندانی بود که از گوانتنامای از جاهای مختلف توی چیز برده بودن، از افغانستان برده بودن اونجا، صلیب اونجا نظار چیز داشت به حساب صلیب میدونه سرخ. بله بله. ولی ما اون حق هم نداشتیم، ما اصحابی ببینید چجوریه وضعیت چجوری بوده. همون زمانی بود که هنوز اسم سازمان مجاهدین توی دولت آمریکا توی لیست به اصطلاح تروریستا بود، درست میگم؟ بله بله بله، همون زمان بود. اما ببینید چه موضوع چه بود دیگه. بله بله. این شرایط و فرقه رجبی درست شده بود برای علیه جدا شده ها. خود بعدش که خدا پدرش رو بگم مرده، یه سرهنگ آمریکایی اومد مسائل حقوقی ما را حل کرد. یعنی همه آمریکایی‌ها که سرهنگی ها نمیدن پرن میمدن اونجا که چیز نبودن، که بزن جنایتکار نبودن، که انسان های شریفی هم داشتن بلاز انسانی، حالا نمیدن حقوق هم بلد بود چون یه سرهنگ ناوی بود، هم حقوق بلد هم بود. میگم من 6 ماه قبل از اینکه بیام عراق در ماموریت هم مشخص بود اشرفه، رفتن در مورد مجاهدین چیز کردن به حساب تحقیق میکنن، مطالعه میکنن. بله تحقیق کردن، اینها آمریکایی کشتن، الان میان با ما میشینن چیز میکنن به حساب اسمش چی میگن با هم خوشو بش میکنن، خوشو بش میکنن. آره با ما گرم میگیرن به حساب. میگم رژیم ایران این حقیقت دادم بیان، میگم رژیم ایران به ما بینم یک تو فیس. بله یعنی آدم های دورو میگم تو فیس، بعد اینا گفت 100 فیس. بله میگم تا دیروز امریکایی میکشتن، ملت ایران رو میکشتن، بعد رفتن با صدام این همه همکاری کردن، کردها رو کشتن، فلان رو، همه اینا رو میگفت. بله این آلفا فکر میکنه من اونجا هستم واقعا میکنه. آقای رضاوی لطف کنید یه مقداری درباره این ماجرای گروگانگیری اعضای جدا شده در آلبانی به شیوه مافیایی اینو صحبت کنید. من شنیده بودم که تشویق میکنن، ترغیب میکنن که طرف باز برگرده یا ساکت باشه اینها، ولی دیگه گروگانگیری رو نشنیده بودم. بفرمایید در این مورد اگر لطف کنید. به آقای سالبی متاسفانه باید بگم که بعضی ها اون یک سال گذشته، درست یک سال پیش بود دیگه، همه اعضای فرقه را فلی از عراق جمع کردن آوردن آلبانی. اون زمان خیلی ها جشن گرفتن که تموم شد فرقه رجوی، تموم شد، نفرات آزاد شدن، همه چی کل و بلبل میشه. من یه مقاله نوشته بود، یه مطلبی نوشته بودم که از چاله در اومدم تو چاه افتاد. همیشه هم یادتون باشه آقای سوربی، من یه موضوع رو گفتم، گفتم که اینها از عراق اومدن بیرون از دو تا چیز نجات پیدا کردن. یکی از اون موشک هایی که روش می نمیش به سلام فرق نخوره، فقط به این اعضا بخوره، از اون موشک هایی که فقط رجبی رو هوا می دونست، مثلا کاتوشا هستش یا مثلا مینی کاتوشا هستش یا خونپاره هستش، برای اطلاعی می داد، هنوز زمین نخورده اطلاعیش می اومد. این آقای علامه حسینی هم خیلی خوب بکنم، میگم روز قبلش شبک به ما چیز میکردن، ایمیل میزدن که گویا امشب میخوام ما را یا فردا شب میخوام ما را موشک بزنن. میگم این علم غیب رجعی از کجا داشت ما هم نفهمیدیم، گفتیم بلا ما هم نفهمیدیم، چون این موشک هیچ وقت مثلا به سر عباس داوری که معروف جاسوس دوله هستش نخورد، هیچ وقت به اون احمد واقف که معروف به احمد واقف هست نخورد، هیچ وقت به مقر مژگان پارسایی نخورد، هیچ وقت به مقر زهرخیانی نخورد. چجوری شد که این موشک ها همش میخورد به این بدبخت ها؟ موشک های هوشمند بوده، موشک های هوشمند. آره روش نوشته بود که فقط بخورد به بدبخت ها. حالا اون موقع آقای سوربی من گفتم که ببین اینها از این نجات پیدا کردن، یکی هم از گرمای عراق. خیلی معذرت میخوام خود علاقه هم میگفتن خر تب میکنه تو گرماش 60 درجه، تو سایه 60 درجه 55 درجه میگفتن خر تب میکنه.
حالا ملت اونجا به بیگاری میکشید 20 سال 25 سال از این نجات پیدا کردن، اومدن به آلبانی شد واقعا یه چاله. درسته این دوستان دارم جدا میشن، ولی یک وضعیتی درست کرده برای اینا. آره سوربی خیلی اصلا باید چه میگم، حقوقدان که سهله، حقوق نویس هم تو این میمونه، تو این جریان. چجوریه سازمان ملل، آمریکا یا آلبانی، هر کدومش اینا رو حساب بکنید، اینها رو برداشتن از عراق آوردن آلبانی، درست؟ بله. حالا که اینا فرقه رجبی یه رکبی بینا زده، اومده گفته که شما وکالت بدین که چیزهای پناهندگیتون حقوقیتون با ما. این خیلی شیاده، ما این پروسه را گذروندیم. ببین پناهجوها در چیز کمیسری هم هسته، پناهجوها میتونن نماینده داشته باشن به عنوان سخنگو، یعنی در مثلا توی کمپی پناهجوها هستن، اینها میتونن سخنگو داشته باشن، یعنی کسی که بره خواسته های پناهجوها رو چکار بکنه، مطرح بکنه. این سخنگو نمیتونه بره کارهای حقوقی منو اونجا از طرف من انجام بده. هر پناهجویی، هر پناهندهی به لحاظ فردی باید بره مسائل حقوقیش حل پس بکنه. این اومده یه چیز گرفته، وکالتنامه گرفته، برده داده به سازمان ملل آمریکایی‌ها و آلبانیایی‌ها، شده قیوم اینها. حالا پولی که 500 دلار به اینا حقوق تعلق میگیره به لحاظ حقوقی، فرقه رجبی میگیره 250 دلارشو به اینا میده، به این جدا شده. به اعضای خودش که هیچی نمیده، تو اون خونه ها نگه داشته. هر کس، یعنی این به حساب یک شامورته بازی داره دیگه، رجبی دو سه نفر رو میفرسته، مثلا ماهی یا دو ماهی سه ماهی یه بار شهر بپرس، به اینها 10 دلار میده. یعنی شما حساب بکن 6 ماه یه بار سه ماه یه بار یکی مقدر بره بیرون، 10 دلار میده که تو برو بیرون. مثلا میرین بیرون، اونم برای چی میرن بیرون؟ میرن برای خبرگیری، برای حساب ببینن که این جدا شده ها کجا زندگی میکنن، اینها رو تحقیق میکنن، با کیا تردد دارن، فضا چجوریه. به اینا 10 دلار میده. حالا اینا رو بذارم نیروهای خود چکنند، به اینهایی که جدا شدن با پور، اینها رو گروگان گرفته های سربی، پوری که سازمان ملل میده، یعنی حق پناهجو هستش، حق پناهنده هستش، با زدبندی که با این آلبانیایی کرده و با یوهرتسیار کرده. در هیچ کجای تاریخ شما نمیتونید ببینید که یه پناهجویی بیاد یه کشوری، بعد کمیساریه بگه که مثلا اینجوری حساب کنه، اینجوری مثلا بزنه، یک نفر از ایران، 10 نفر 100 نفر از ایران پناه شده اومده توی آمریکا، نمیدونم فرانسه، آلمان، هر کجا تقاضای پناهندگی داده، مسائل حقوقیشو بگه که خب تو برو سفارت برات وکالت بده به سفارت، سفارت چیز تو را انجام میده، یعنی سفارت ایران مسائل تو را پیگیری بکنه. بله من یادم آقای رزاقی، حتی تو آلمان زن و شوهر نمیتونستن، شوهر برای زن صحبت کنه یا زن برای شوهر، هر کدومشون تنهایی به اصطلاح چیز بله. تنها جایی که بود اگر بچه ای چیزی بود، اون موقع پدر و مادرش به اصطلاح یا گاردین یا قیمش بودن، اون تصمیم میگرفتن یا اون، و الا هر کسی 18. الان یعنی این سازمان داره اینها رو مثل بچه های صغیر به اصطلاح بچه های زیر سن داره بهشون برخورد میکنه، و چجوری حالا اون کشور قبول کرده، میشه گفت تنها دلیلش اینه که چون یک کشور فقیری هست، اینا یه سری افراد رو خریدن توی سازمان های ببین آقای سلاوی خیلی جالبه، نفر مراجعه میکنه به کمیساریا،
مسئول کمیساریه چی میگه؟ میگه شما بهتره بریم مسائلتون رو با سازمان حل پس کنیم. در هیچ کجای دنیا دیده نشده. یعنی شما حساب کنید پناهندی که میاد توی کشوری، هر کشوری، اصلا بگیم آفریقا، شاخ آفریقا، بهش بگن که تو برو از کشوری که اومدی با سفارت اونجا مسائل حقوقی تو و مالی تو حل پس کن. اصلا این شدنیه؟ فرقه رجبی این کارو کرده. آقای سربی باید ببینیم سر این افراد که کلاه گذاشته، واقعا کلاه گذاشته، چون این نمیتونه مثلا حسن نایب آقا نمیدونم اون یارو سرش یه من پرافیم میزنه محدثیم بیاد بشه نماینده چیز اینها توی آلمانی. ولی خب اینو شما داری میگی در رابطه با اونایی که هنوزم با سازمان هستن، حقوقشون رو اونا میگیرن زیر کنترل. ولی اینجا توی فلایری که گذاشتید یا پوستری که گذاشتید نوشته گروگانگیری اعضای جدا شده در آلبانی. منظورتون اونایی که حتی جدا شدن اینها دارن اینجوری کنترلشون میکنن؟ بله آقای سر، همین موضوع اصلی همینه. فهمیدم بله. اون که تو سازمان هنوز پوز سازمان بمونه، اون مسئله اصلی الان اون نیست. مسئله اصلی مسئله جدا شده هاست. این داره اعضایی که گروگانگیری کرده اینها هم با پول گروگان گرفته. آخه وقتی میگیم جدا شده ها، بیشتر فکر میاد متوجه شماهایی میشه که جدا شدید و دارید صحبت میکنید. باید به دوستان بگیم که یه عده جدا شده هم هستن که به دلیل همین ماجراها ساکت موندن. دقیقا. بله. من آره چیز اون روز من یه نفر دارم میشناستم که خیلی سالها با هم بودیم، خیلی هم مثلا من اینقدر تو خونه خودم پیش برادرم نخوابیدم که با هم دیگه توی آسایشگاه خوابیدیم، زندگی کردیم. اصلا یه فضایی به وجود آورده فرقه رجعی واقعا هم میترسونده که هر کس با جدا شده ها با ایران ارتباط داشته باشه حقوقش قطع میشه. یعنی ببین با 250 دلار ایرانی ها، حقوقدان ها، اون انجمن های نمیدونم حقوق بشری، این خانم شیرین عبادی رو نمیدونم خانم چیز هستش توی هلند، خانم شادی صد، هر کی هر کس ادعا میکنه که حقوق بشر خب؟ بله. حقوقدانی که میتونه یه نامه بنویسه حتی اون حزب نمیدونم اون سیاسی که شب روز خودشو برای حقوق بشر جلوشو پاره میکنه توی نمیدونم فیسبوک و توی تلویزیون و فلان، بیاد اینجا یه قدمی بردارن. البته شما و دوستان چندین بار با ذکر اسامی اینها گفتید که چرا ساکت هستین و چرا اسمی نمیبرین. این رو من خودم شاهد بودم که اینجا به حرفای شما گوش میدادم، به اینایی که به اصطلاح ادعای فعالین حقوق بشر دارن و شناخته شده هستن. شماها گفتید که چرا یک بار این ماجرای جدا شده ها و ماجرای سازمان و ماجرای سوء استفاده سازمان از یونایتد نیشن و اینا رو شما به اصطلاح عنوان نمی کنید، چون بالاخره صدای اینها بیشتر شنیده میشه تا صدای من و شما. ببین دقیقا، ببین یه حقوقدان آقای سربی، من میتونم بیام اینجا افشا کنم، من میتونم بیام اینجا اعتراض بکنم، من میتونم بیام اینجا بگم، خب؟ ولی اونی که حقوقدانه اون میتونه کار عملی بکنه، اونی که نوبل گرفته. بابا جون توی دخوزاباد هم که الان یه چه میگم اتفاق میفته دیگه، الان تو دنیا میدونن که کار کی بوده. نیاز نیست شما شروع بکنین که آی تو ایران فلان اتفاق افتاد، الان میدونن ملت و تو خونهش هم میدونن که ملت. من خودم من از سفرم عکس بردارم فیلم بردارم میزنم تو فیسبوک، ملت میدونن که من چی میکنم. البته خیلی ها با شما نفرین میکنن همون موقع که این خوراکای خوشگل رو میذارید اونجا. یکی از اونا من هستم. خب آقای رضاوی، امروز ما یه فیلمی هم داریم باید نشون بدیم به عنوان اسرار پشت پرده اوورسورواز، که این فیلم رو اونایی که از تلویزیون مردم برنامه رو میبینن که خواهند دید.
اونایی که ما رو از یوتیوب میبینن لینک اون رو زیر یوتیوب میذارم، چون مال یوتیوبه، اگه ما نشون بدیم یوتیوب به عنوان کپی رایت یقمونو میگیره. و اینایی هم که از فیسبوک نگاه میکنن لینک این فیلم رو اونجا میذاریم. حالا من قبل از اینکه سوال سوم رو از شما بپرسم، نظرتون درباره این ویدیو چیه؟ چجوری این دوتا جوان به اصطلاح جذب این ماجرا شدن، رفتن دنبال این اسرار پشت پرده اوورسورباز؟ اوورسورباز دوستان جایی هست که خانم رجبی میشه بگیم یه قسمتی از یه شهری رو به اصطلاح با پول و اینها خریدن و برای خودشون به اصطلاح دم و دستگاهی درست کردن. دیل درست کردن. بله. نظر شما درباره اون فیلم چیه قبل از اینکه به سومین موضوع بپردازید؟ آقای سرفی، اینجا توی حالا من جایی اروپا رو نمیدونم، توی فرانسه خیلی از دانشجوها و یا مؤسساتی هستن به حساب هم تحقیق میکنن هم چیز عنوان به حساب رسمی دارن، مثلا ضد فرقه هستن، یعنی ارگانهایی هستن که ضد سکت هستن، کسایی هستن که در مورد سکت ها تحقیق میکنن. بله. و یه سری مشاوره هایی به دولت میدن، یعنی اینجوری نیست که بشینن چیز کنن حساب فقط برای خودشون چیز به حساب مطالعه بکنن. بله. تا دانشجوی هستن که به فرانسه مال انجمنی هستن که به حساب با انجمنی در ارتباط هستن، حالا نمیدن فعالیت کنن که ضد فرقه هستن، یعنی تنها بحث فرقه رجبی نیست. اینجا از سر خیر بعضیایی که پول میگیرن و این سیاست مدارایی که به ملت فرانسه و به ملت ایران هم حتی دروغ میگن، حتی به اون بالایی های خودشون دروغ میگن، فرقه های مختلفی هستش، مال چینی ها هستش، نمیدونم مال این جمهوری های سابق شوروی هستن، این از نه که میشنن این سرشون اونجوری تفکن میدن، نمیدونم اسمشون چی هسته، یه سری فرقه های هستن که آقای سوربی واقعا خطر پاکن، اینها اعضاشون این اعضای فرقه رجوی و این باریه پیام مریم قجر که خودتون آتیش بزنید، چند نفر تو اروپا کشته شدن خودشون آتیش زدن تو فرانسه، اینها مطالعه میکنن و تحقیق میکنن، اینها رفتن تا پشت در به حساب دیوار اوورسورباز. ببین در هیچ کجای دنیا شما نمیبینید که یک گروه پناهنده بیاد یک دیج درست کنه، یک اردوگاه درست کنه و توی اون شهر حکومت بکنه. شما خودتون رفتین اونجا رو ببینین مثلا تا چه اندازه؟ دروغ نگم، از نزدیک نه، برای از تون چیزش به حولش بند، همون میخواستم اینم تا چه مرحله میشه برین نگاه کنی تماشا کنی. سفر بعدی که اومدم پاریس با شما و آقای کرمی، آقای عیسی آزاده، بریم اونجا، شاید یک کتکی هم بخوریم از دوستان. در خدمت. اونجا ببین سیاست مداره فرانسه چجوری میگن دروغ میگن، هم به ملت خودشون هم به ملت ایران. بله. هر وقت یک قرارداد چرب و چیله که هستش، اینها اطلاعی میدن که ما این با اینا هیچ رابطه‌ای نداریم، یعنی فرانسه وزارت خارجه‌اش نمیدونم نماینده مجلس هر کی هستش اطلاعی میده که ما یا الیزه ما با اینا هیچ رابطه‌ای به رسمیت نمی‌شناسیم، رابطه‌ای نداریم، اما تو همون شهر این امکانو میده که همین گروه اونجا گشت راه بندازه، گشت به حساب انتظامی، سکیوریتی و انتظامی. آقای رضایی عذر میخوام از شما، خانم همین که شما میگید فرانسه سیاست مداراش دروغگو هستن اینها، اتفاقا خانم دکتر بهیه جیلانی دیروز یک چیزی رو به عنوان پرسش گذاشته بود روی صفحه فیسبوکشون که به نظر شما دوستان به اصطلاح آمریکا بیشتر
خیانت میکنه به ایران، دستش با آخونده یکیه یا روسیه. و یه دوستی جالب نوشته بود فرانسه، من نوشته بودم هر دو، ولی اون دوست اون نوشته بود فرانسه. و دوستان اگه تحقیق کنید میبینید که فرانسه با وجودی که در ظاهر بعضی وقتا یه چیزایی میگه، ولی در باطن حقیقتا عملکردش کاملا فرق میکنه. اجازه بدید دو تا نوشته هم هست که دوستان فرستادن براتون بخونم. آقای کرمی مجددا نوشتن که آقای سوربی، من خودم مستقیم با آقای عبدالکریم لاهیجی که الان رئیس فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر را دارد چند بار گفتم، به طور ریز داستان ما را میدانند. برگشت گفت آقا اینها بددهن هستند و توهین میکنند، در حالی که همین آقا وقتی 7 نفر از نفرات فرقه پناهندگیشان رد شده بود، این آقا به عنوان وکیل آنها رفت ژنو در مصاحبه آنها شرکت کرد که میگفت به چه سوالاتی جواب بدهند. وقتی هم پناهندگی آنها بعد از مدت پذیرفته شد، سرهنگ آمریکایی که وارد آورد برگه های قبولی آن افراد را بدهد، جمله ای بیان کرد به این مفهوم که این هم سگخور شما باشد. یه دوست دیگه سوال کرده یک پرسش خیلی جدی، چرا سازمان حقوق بشری ایرانی، سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌های ایرانی که از چپ تا راست هستند، چرا با این همه افشاگری مستند جدا شدگان که با پوست و گوش تجربه دردناک دارند سکوت مطلق کردند؟ این بحث و موضوع خیلی جدی است، بایستی کارشناسانه به این سکوت و موزل پرداخت. امیدوارم خب یک کسی پیدا بشه، کارشناس باشه، بیاد تحقیق کنه. ولی بله توی آمریکا آقای رزاقی یه ضرب المثل قدیمی هست، میگن هر مشکلی رو میخوای حل کنی برو دنبال پول، follow the money، یعنی جریان پول رو دنبال کنی، شما میفهمی که مثلا چرا این کار کرد، چرا این کار نکرد. حالا امیدوارم که این دوستان طرفدار حقوق بشر به اصطلاح مشکلشون پول نبوده باشه یا با پول خریداری نشده باشن. آقای رضایی یه سوال دیگه مونده، آینده فرقه رجوی و اعضای نگونبخت در آلبانی در این مورد صحبت کنید، و اگه مورد دیگه هم هست بفرمایید. و همونجوری که دوستم بهتون گفتم یه فیلمی هست به نام اسرار پشت پرده اوبرسورواز، بعد از صحبت آقای محمد رضایی پخش خواهد شد. بازم ممنون از شما آقای رضایی که اجازه میدین من وسط برنامه شما این دوستان رو منم استفاده میکنم از صحبت های شما بیان چیزی که دوستان میگن. بخوان ببین آقای سوربی، میشه گفت من اینجوری چیز میکنم، استدلال میکنم و اینجوری نگاه میکنم، چون شناخت دارم، چون توشون زندگی کردم، چون باهاشون بودم، چون هم حق بازی هاشون رو میشناسم هم شیوه های حق بازیشون رو. شاید یکی چه میگن از ده تا یکی از دستم در بره، شاید یکی اشتباه چیز کنم، ولی نقطاشو امکان نداره رد بکنم. رجوی میخواد آلبانی رو برای اعضای خودش که انگار میخواد از آلبانی خیز برداره به سرنگونی رژیم در ایران، ارتش آزادی بخش و سازمان و مجاهدین و اونجا نمیدونم شیپور فوت میکنه و از این چیزای فرمینا میپوشن، همه اینا شالاتن بازی، مراسم صبحگاه و شامگاه و این چیزا، شامگاه و شیپور بزن و نمیدونم ارتش آزادی بخش آماده قیام است. این توی تیانا هر چقدر میخواد قیام بکنه، این توی تیرانا هر چقدر میخواد شیپور بود کنه، کسی که نتونه با 500-600 تا تانک نفر بر درهی اهدایی صدام غلطی بکنه توی آلبانی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اینو مطمئن باش. این از موزه این که شیپور دود دمیدن به شیپور، اینا ای کاش به جای دمیدن به شیپور فلانینا این بدبخته را می برد توی بیمارستان های چیز درست حسابی، می آورد توی اروپا معالجه می کرد، نه اینکه ببره اونجا تو بیمارستان مادر ترزا که مجانیه سران فرقه اینجا
برای آمریکایی صحبت آمریکایی هر دقیقش 5,000-10,000 دلار پول بده، برای 10 دقیقه صحبتش 5,000 دلار پول بده. بله، خود کندی گفته بود 25,000 دلار پول گرفته. ضمن من همین الان فاصله تیرانای آلبانی با تهران رو در نظر گرفتم، 3,448 کیلومتر، و اگر یه نفر مستقیما رانندگی کنه بره 40 ساعت طول میکشه. یادمون میاد که اون حمله ای که کردن مجاهدین بهشون گفته بودن که ما 8 ساعته میرسیم به تهران، و چه افتضاحی و میشه گفت بزرگترین شکست مجاهدین. حالا این چجوری از اونجا میخواد صدای شیپور به گوش تهران برسه و چگونه میخواد یک سری افراد سالمند واقعا مریض همه اینها رو بدون هیچ وسیله از آلبانی به ایران برسونه. بفهم من آقای صاحبی چون وقت زیادم نیست من خلاصه بگم. ببین میشه گفت، من اینجوری میگم و روی حرفم هستم و حتی مقالش هم نوشتم منتشر میکنم، آلبانی برای فرقه رجوی یک قبرستان روبازه برای اعضای فرقه. کدوم اعضا؟ اعضایی که بدبخت هستن، سران فرقه. از همین الان یه ایده را برداشتن آوردن توی اروپا، از اونایی که به دردشون میخوره، از اونایی که میتونن زمانی که مثلا ترور اینا بکنن آموزش دیده هستن، مثل مهران کاکاوند اینا که میتونن حتی بدون سلاح گردن آدم رو بگیرن بچرخونن آدم رو بکشن، اینها توی اروپا هستن. یه ایده را از سران فرقه نگه داشته توی آلبانی برای کنترل اعضا، که اینا هر زمان هر اتفاقی بیفته میان کجا؟ دوباره پیش مریم غزلشون توی کشورهای اروپایی. ولی یک سری هستن همین که شما الان گفتین آقای سربی، واقعا آدم نمیدونم، من خودم چه بعض وقتا میشنوم خبراشونو، طرف 65 سالشه مینیموم، الان افرادی که اونجا هستن سرپا هستن 50 سالشونه، توی ایران بودن الان بازنشست شده بودن، تو هر خدمتی که 20 سال 25 سال اداره که کار کرده بودن الان بازنشست شده بودن. الان اینها نگه داشته اونجا. و خیلی جالبه آقای سربی، من یه سری چیزایی پیشنم نفر برگشته گفته که من الان کجا برم 68 ساله نمیدونم 67 سالمه برم توی خونه تنها بمیرم که بو بگیرم، حداقل اینها بذار بمونم توی این پایگاه که حداقل من از اینجا ببرن دفن کنن. یعنی اونجا الان یکی دو سالم، یعنی مطمئن باشید این اتفاق خواهد افتاد. مریم غجر یه قبرستانی درست میکنه، یک قطعه درست میکنه به نام نمیدونم اشرف نشانها، نمیدونم فروغ و جاودانها، یا اینکه مرواریت ها، یه قبرستانی توی آلبانی این باید درست میکنه، مطمئن باشید. اینها دو سه سال دیگه شروع میکنن مراسماشون سر اون قبرا میگیرن. از آلبانی این ادعا بکنید که میخوایم بریم سرنگونی، اصلا خواب پنبه‌دانه هم نیست آقای وزاری. حالا که صحبت از مردن و قبر و قبرستون شد، اون بنده خدا اون بیچارهایی که توی اشرف دفن شدن یا توی آلبانی دفن شدن، اینها ماجرای به اصطلاح جسدهای اونها چی میشه؟ چون بعضی ها هستن تو آمریکا وقتی فوت میکنن، مثلا خود پدر من، اینجا به اصطلاح جسد رو وقتی دفن میکنن بهش میگن به طور امانت، یعنی هر وقت ما بخوایم میتونیم این رو ببریم به ایران. ماجرای اونها چجوریه؟ مخصوصا بعدی که این به اصطلاح به دست عراقی ها افتاد، حتی دولت ایران یه مقداری دخالت توش میکنه، و چون مجاهدین دشمنای زیادی برای خودشون درست کردن از مردم کرد و اینها، آیا اون جسدها و قبرستونها و اینها هم مورد حمله و هجوم مردم قرار گرفته؟ خبری دارید کلا یا نه؟ آقای صاحبی اینو گفتی، البته نمیخواستم در مثلا سر مزار مجاهدین صحبت کنم، راستش بخواید برخلاف گوزینه های رجوی که میان خیلی معذرت میخوام به قبر پدر من، نمیدونم مادر من، به فامیل من، به خواهر من،
پوش میدن. من اهل این کارا نیستم، چون قلب به قبر مثلا شما بگین، حالا پرسیدین از فرقه رجعی بپرس، قبر کاظم رجعی که همکاری با ساواک شاه رجعی رو از زندان آزاد چیز حکم تخریب گرفت کجاست؟ آیه سوربی رفت رو هوا، مردم عراق اونجا وادی سلام کربلا با خاک یکسان کردن اون قبر را. توی عراق یک از افرادی که کشته شدن ده شده بودن مریم قجر چیز رجعی داعشی درست کرده بود به عنوان قطعه مرواری، حتی مزار ننه مریم قجر هم اونجاست. والا ما خودمون هیچ وقت نگفتیم که آقا بیان ببینین که سگهای عراقی تو فیلمش از عکسش هم هست من دارم، ولی هیچ وقت پخش نگردم که سر قلب مثلا ننه فلانی چیکار میکنه، چون من چیکار دارم به ننه فلانی مریم قجر؟ اونم مردش، من اگه این کارو بکنم میشم مثل رجبی. ولی اونها دیگه چیز نیست، این حقم ندارم، چون آرش سوربی این کاری کرد. خب رجبی بعضی را بینامنشان که کشت، بعضی هم که توی اون عملیات که همین شما میگین 8 ساعته میخواست بره تهران را بگیره کشته شدن، توی کربلا بود با خاک یکسان شد. این اردوگاه اشرف هم که قطعه مرواری درست کرده بود اونم چند سال دیگه میشه همین آش و همین قاضی، یعنی با خاک یکسان میشه. کسی نمیاد که اونجا برای مثلا دولت عراق بیاد برای رجوی اونجا قبرستان نگه داره؟ یعنی این چیز منطقیه؟ قبر هیچ دولتی نگه نمیداره که ملت میرن سر مزار. مثلا توی فرانسه یه روزی هست مال مرده ها، ملت میرن سر مزار مرده هاشون قول میزنن فلان میکنن بر میگردن. توی ایران که هفته یه بار میرن خدا را شکر. بعد اینجا توی عراق اونجایی که مرده های جنازه های اینا قبرهای اینا مونده، اینا چه میگن زنده هاشون رو نگه نداشتن، میخواد مرده های چیزهاشون نگه دارن. اصلا منطقی هستش که بیاد برای رجبی قبر نگه داره؟ حالا یه سری چیزایی که واقعا مثلا قابل احترامه، یه سری نمادها فلان اینا رو بحثش جدا، برای اینکه رجبی این قبر رو هیچ وقت رجبی میدونه الان دنبال چی هستش؟ یه آدم مرتد 600 میلیون دلار از عراق بخواد، نه که بخواد بگه که مثلا اون قبر حتی به قبر پیش ننه خودش هم نیست. اینا بگم 600 میلیون چی میخواد؟ غرامت میخواد برای وسایلی که اونجا مونده بوده؟ اونجا داره از دولت عراق پول گرفته، اونجا خرج کرده، دوباره دولت عراق باید به اینا بده. یعنی از صدام گرفتن خرج کردن، دوباره یکی... چون خرج کردن دولت جدید عراق باید به اینا بده. یکی از دلایل بحث دیگه است توی برنامه آینده انشاءالله میخوام بپردازم که این 600 میلیون دلاری که خواسته میخواد سر آلبانی مثلا اونجا سرمایه گذاری کنه. بله یه آخید مثل اوورسوال، اردوگاهی مثل اوورسوال برای مریم قجر درست کنه. البته الان که کم ندارم ماشاءالله عربستان سعودی آقای ترکیه فیصل راهو باز کرده، اون میلیاردها دلاری که از صدام گرفتن سرمایه گذاری کردن. حالا ببینیم مهریه و اینا چقدر تعیین میشه در رابطه با این ترکی الفیصل. آقای رضایی، من چون همیشه به دوستان گفتم شماها از طریق این وبسایت و اینها میتونن باهاتون تماس بگیرن، من الان صفحه شما رو نشون میدم، اگه لطف کنید بتونید اون بتونید اونجایی که نوشتید سهند فریاد زیرش اسمتونم بنویسید، محمد رزاقی، حالا یا با انگلیسی یا با فارسی، که دوستان بتونن پیدا کنن. ولی دوستان تا اون موقع آقای محمد رزاقی با اسم سهند فریاد، میبینید اینجام سهند فریاد، اینجا عکس خودشون و برج ایفل، اینجام عکس سگ با وفاشون آلفا، که این بار من اگه بیام اونجا حتما آلفارم باید ببینم. بله بفرمایید. بعد از این ارتباط گیری یه چیزی هم بگم به این مخ پوسیده های رجعی میگم. عزیز دل برادر، تو فکر کردی منم مثل تو مغزم عیب داره که مثلا بیام با هی ایب میگی ایمیل بزن ایمیل بزن ایمیل بزن برای هک کردن فیسبوک و نمیدونم وبلاگ؟ نه آقا جان، هر کس میخواد با من تماس بگیره همینجوری که من اگه تازه زنده هستم میاد یا شماره تلفن میذاره اسم و مشخصات، یا اینجا تو برنامه شما هر وقت هستم میتونه بیاد
یا اینکه زنده بیاد با هم دیگه صحبت بکنیم. این که آقا نمیدونم من پسرم اموری تو هستم از دکوزاباد، من از نیویورک هستم، من از اتاوا هستم، نمیدونم فلان، من هیچ کسی تو اتاوا نیویورک رو نمیدونم فلان ندارم. اگه فامیلی دوستی هستی که 20,000 تا بفرسته اینجا مشکل دارم. اگه واقعا هستش، اگه نیستش بس دروغ نگو دیگه. نمیدونم من مطالب تو رو خوندم کشته مرده شدم، نه آقا نمیخواد کشته مرده من بشی، شما یه لطفی بکنید. اگه نفر رجبی نیستی، اگه اون کلاش رجبی نیستی که بخوای وبلاگ رو نمیدونم فیسبوک حج کنی، که الان مود شده داره این کارو میکنه، قبلا با فیتنس سکسی این کارو میکرد، الان با این کار چی به ایمیل بفرست که من آی پی تو تر بیارم. نه عزیز من، ما دیگه رکب رجبی رو یه بار خوردیم، 20 سال عمرمون از دست دادیم، دیگه رکب رجبی رو نمیدونم. از این ایمیلی نمیدونم، تماس ایمیلی با من نگیر، با من زنده، من زنده هستم اینجا تو حضور شما، تو حضور ایرانی ها، تو حضور فرانسوی ها، تو حضور هر کسی که بگی. شما هم اگه بخواید بیان خونه قدمتون روی چشم بیاین، ولی اگه بخواید از این شامورت بازی ها در بری که نمیدونم من کشته صحبت های تو هستم، برای من ایمیل بزن که کجا هستی بلاینا، من از این کارا یه از این دست که بازی رجبی نمی خورم. بسیار ممنون. در همین رابطه شماره تلفنی که میتونن پیام بذارن، تماس بگیرن، 202-695-2573، این شماره در واشنگتن هست. و اجازه بدین باز ما، چون همیشه فلسفه‌مون این بوده تو این چند سالی که با شما هستیم که به دوستانی که تماس میگیرن این احترام رو میذاریم، درست برعکس سازمان مجاهدین که به هیچ کس احترام نمیذارن. به این دوستمون آقای محسن گفتن آقای سوری خسته نباشید، چرا اقدام نمی‌کنید؟ شما که دنبال حقیقت هستید یک سفر تحقیقاتی و گزارشی مستند به تیرانا بروید. میدونم هزینه داره، اما روی این پروژه که نام نیکی برای شما خواهند داشت فکر کردین؟ نمیدونم شدنی هست یا نه، اما روش فکر کنید. ممنونم از پیشنهادتون. من چند سال پیش یه بار هم به اون مهداد کالیفرنیا آمده بود، اینجا برنامه مجاهدین داشت، و هم با آقای فیلابی گفتم آقا شما که انقدر میگید برای که یه بار و برای همیشه ماجرا رو تموم کنیم، اون موقع این تلفن‌های دستی به این صورت نبود. این دوربین رو من برمی‌دارم با شما میریم، ما هم که نمیخوایم بریم تو هتل‌های 5 ستاره، میریم مثلا تو همین بنگلو، میگین چی میگین شما، تو همین ساختمونا، بله تو همینا میخوابین، دو سه شب با اینا صحبت میکنین و میان، و متاسفانه هیچ کنشون قبول نکردن. و شما کاملا درست گفتی دوست عزیز، هر کاری هزینه داره، و مشکل اینجا اینه که اگه من حتی هزینهش رو تقبل کنم، بعد اگه ما بریم اونجا اینا پشت اون دیوارهایی باشن که نگذارن بیان، مثل خانواده هایی که رفتن نمیذارن دیدار داشته باشن، چه فایده ای داره که من برم یه عکسی از بگیرم، عکسایی که الان هست، و به شما نشون بدم بگم من تا اونجا رفتم نگذاشتن. ولی اگر سازمان مجاهدین ادعا میکنه که ما بی خود میگیم و اینا میذارن، خب اینا بگن که ما میذاریم، شما بلند شو بیا. ما حتی با این آقای غلام ترشیزی از اینجا بلند میشیم میریم که ایشون مجاهد هست. و باز آقای رزاقی گفتن من نمیفهمم بعضیا چجوری این حرفا رو باور میکنن. آقای رزاقی شما که توی یک سازمانی بودید که با ویدیوهای مدار بسته تو مغزتون این چیزا رو میکردن، آقای غلام ترشیزی یه مهندسی هست که اینجا توی شرکت معتبر آمریکایی کار میکنه، ولی این چیزا رو هم تو مغزش میکنن و قبول میکنه و تبلیغ هم میکنه، تازه آخرش هم میگه من مجاهد نیستم. یعنی اگه میگفت مجاهد هستم اقلا عذرش به اصطلاح موجه میشد. ایشون این کارا رو میکنه بعد میگه من موجه، من مجاهد نیستم. درصد ممنونم از شما، شما اونجا گرمت هست، من ساکت میشم، اگه شما صحبتی دارید بفرمایید. آیستان به این نکته آخری گفتم اصلا توهین به کسی حساب نشه که بدن. ببین چون من الان مدتی که خیلی از طریق همه وبلاگ و فیسبوک و نمیدونم اینا فوش می نویسن و نمیدونم آی ایمیل بیا و بدن اینا، آقا جون من از این بابت گفتم که بذار هویت ها مشخص بشه، هر کس دوست منه، هر کس خانواده هستش واقعا میخواد ارتباط برقرار کنه، شماره تلفنش میذاره، اسم مشخصاتش رو میذاره، به روی چشم دیده من میام باهاش تماس میگیرم. بسیار ممنون. اسکایپ هم که این روزا مشکل رو حل کرده، طرف میتونه حقیقی و حقوقی بشینه جلو دوربین و صحبت کنه. بله بشین صحبت. و اگر اینم میگم، و اگر بحثی داره خب
از هر کس ازش، طرفدار رجبی ازش، از خود رجبی ازش، ما استقبال میکنیم که بیا تو برنامه شما یا هر برنامه ما بشینیم رو در رو با هم اصلا صحبت کنیم، بگیم که آقا شاید ما اشتباه خواب دیدیم همه این سالو، این راست گفته، بیا رو در روی مناظره، مناظره دو ساعته با حضور همه رسانه‌ها. اگه هر کس بود من در خدمت هستم و باز از شما تشکر میکنم که این امکان کانون آوا ایجاد کرد که ما بتونیم بیایم اینجا در خدمت شما باشیم. ممنونم، به امید دیدار مجددتون در برنامه‌های آینده و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی من برای شما بهترین آرزو میکنم و برای بیننده‌هاتون و برای هموطنانمون و برای دوستانی که میدونم صدای من توی آلبانی میشنون. مرسی عزیزم، به امید دیدار. جد. دوستان عزیز، با آقای محمد رزاقی بودیم. ویدیوهای گذشته ایشون رو میتونید از کانون آوا، وبسایت کانون آوا که آدرسش این پایین نوشته شده، من بازی براتون بهتون نشون میدم، آوا اسوسییشن، آوا خط فاصله اسوسییشن.com و روی فیسبوک هم هستن. از یکایی که دوستانی که با ما بودن در صفحات فیسبوک ممنونم. این ویدیو بعد از یکی دو ساعت از به اصطلاح روی یوتیوب هم به صورت بایگانی خواهد بود. از این هفته تا جمعه هفته آینده هم هر روز از تلویزیون مردم حداقل یک بار، گاهی دو سه بار روزانه پخش میشه و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همون جوری که مجاهدین اینجا برنامه داشتن، همون جوری که اگر منصف بودن یه مقداری از لیست تروریست بیرون آمدنشون رو مدیون همین تلویزیون هستن. ولی متاسفانه اینها منصف نیستن، اینها دوستان و یاران خودشون رو ببینید چجوری اذیت و آزار میکنن. خب دیگه ما که نه دوستی با هم داشتیم و نه یارشون بودیم. از شما ممنونم، یکی دو دقیقه به من فرصت بدید اون فیلم پشت پرده های اوور سورواج رو هم نگاه کنید و نظرتون رو هم همیشه میتونید با ما در میون بذارید. برنامه ها رو پی میگیریم. مرسی.